به نام خدا و با سلام خدمت تمامی شما دوستان گرامی و عزیزانی که در کانال تریگر پرایس اکشن دور هم جمع شدیم تا بتونیم با کمک همدیگه یک کورس آموزشی تهیه کنیم و تقدیم حضور دوستداران بازارهای مالی. من امروز که به اعضا نگاه می کردم بعضی از آیدی ها رو می دیدم که از دوستان بسیار عزیز و قدیمی و از اساتید فن هستند و منت سر ما گذاشتن و تشریف آوردن در کانال حضور دارن. تعدادی از دوستان هم هستن که به هر حال از نوع سوال ها و یا تعاریفی که توضیحاتی که خودشون میدن تازه با این بازار آشنا شدن، اما برای شروع به نظر من اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هستش این که بدونیم وارد چه بازاری داریم میشیم و این بازار سوای همه اون در باغ سبزی که نشون داده میشه چه ریسک‌ها و چه خطراتی داره. مطمئناً کسی که سرمایه‌ای داره میدونه باید چی کار کنه و تصمیمش رو حتما گرفته. خب اگه بخوایم مطابق با ریسک های موجود بیایم بررسی کنیم، به نظر من بهترین کار اینه که بیایم سرمایه‌مون رو در واقع توی بانک بذاریم، سرمایه گذاری در بانک و یک سود حالا نسبتاً معقول به نسبت تورمی که در کشور وجود داره. فکر میکنم با این پلکانی حساب کردن و مسائلی که وجود داره تا حتی 30% در سال، حالا بخوایم رون در نظر بگیریم مثلا 2% در ماه سود میدن، هیچ دردسر خاصی هم نداره. البته خب ریسک خاص خودش هم داره، پولی که طمع و توی بعضی از این مؤسسات بی در پیکر هم بذاریم ممکنه فردا اعلام ورشکستگی بشه و تا اینکه بخوایم به اصل سرمایه‌مون برسیم، اگه شاید برسیم، خودش هم یک پروسه و داستان خاص خودشو داره. بعد از این قضیه اگه دنبال یه مقدار شاید سود بیشتر باشه، اون چیزی که به ذهن ما میرسه سرمایه گذاری و در بازار در واقع سرمایه گذاری برای اوراق قرضه باشه. بعد از اوراق قرضه شاید دوستان تمایل داشته باشن وارد بازار خرید فروش سهام و بورس بشن. خب به نسبت بانک ذهنیتی که معمولا حالا من دیدم اکثر دوستایی که توی بازار سهام و بورس کار میکنن در داخل ایران این هستش که اگه سودی بالاتر از سود بانکی بتونن داشته باشن یک سرمایه گذاری معقولی انجام دادن. به هر حال اونم ریسکای خاص خودش رو داره، اما به نسبت اون ریسک میتونه یه سود بیشتری هم به سرمایه گذار در واقع برسونه. من که خودم کلام اگه بخواد بیفته توی در واقع تالار شیشه ای نمیرم ورش نمیدارم، حالا دلایلش بماند. و بعضی وقت هم که هستش، خب اگه به هر علتی دوستانی که توی این بازار فعالیت میکنن به اون سود مد نظر نرسن، میگن که خب ما داریم سهامداری میکنیم و اون هم یک نوعشه. خب بگذاریم و برسیم برای مرحله
چهار فکر میکنم دوستانی که یه مقدار ریسک پذیری بیشتری داشتن و دنبال سود بیشتر از بازار سهام و دردسرهای بیشتر هستن بتونن در بازارهای سکه و آتی و طلا داخلی کار کنن. هم ترازی با همین مبحث شاید بتونیم به گزینه بعدی در واقع خرید و فروش ارز در بازارهای داخلی اشاره کنیم و در مرحله آخر دیگه بعد از اینها اون بازاری که سوددهی بیشتری داره بازار خرید فروش در بازارهای در بازار ارز بین الملل. خب دوستان واقعا اگه تصمیم قطعی دارید و میدونید که این بازار چقدر ریسک داره و چقدر تلاش و زحمت میخواد، چقدر دانش میخواد و چقدر پشتکار میخواد تا بشه به یک سود مستمر رسید، اگه همه اینا رو در خودتون سراغ دارید میتونید وارد بشید و اگه در خودتون این موضوع رو سراغ ندارید به نظر من که به ریسکش نمیارزه. اگه برای تفریح میایید، اگه برای اینکه میاد چه میدونم یه امتحان کنید، یه باتلاقی هستش که 100 برابر شاید اعتیاد آورتر از خیلی از مسائل دیگه باشه، بیرون رفتن ازش واقعا کار سختی هستش و شاید مادام العمر بخواید داخلش دست و پا بزنید. اینی که دارم میگم خودم دیدم که همین بازار باعث گرفتاری و بدبختی های خیلی زیادی شده، باعث اصلا جدایی و پاشیدن بنیاد خانواده ها شده. نه اینکه این بازار مقصره، نه، خود شخص میاد و 50 سال 1000 تا چاله کنده، فکر میکنه که اینجا باید یک شبه ره 100 ساله رو بره تیل ارز کنه، بیا تمام چاله چوله های زندگیشو که توی 50 سال نتونسته پر کنه حالا اینجا انگار که مثلا در چه میدونم مدینه فاضله هستش و نکنید، نیاید. و اگه واقعا اومدید و میبینید که به این نتیجه رسیدید که نمیتونید، خب برید بیرون جلوی ضرر هر زمانی، خب داخل بازار مالی هستید دیگه، دارید کار اقتصادی میکنید و میدونید که جلوی ضرر هر وقت بگیرید منفعت برای خودتون گرفتاری درست نکنید و اگه همه این شرایط میدونید و اون توانایی لازم رو در خودتون احساس میکنید، خب بسم الله میتونی شروع کنید. و یه بدی که خیلی من میبینم توی در واقع دوستایی که باشون ارتباط دارم و کسایی که میان، متاسفانه یک ساختاری، یک ذهنیتی هستش، نمیدونم چرا، ولی هیچ کسی حرف کسی دیگر رو گوش نمیکنه، هیچ کسی از تجربیات دیگران استفاده نمیکنه. توی این بازار همه میخوان خودشون تجربه کنن و جالب اینه که از کسی که تازه یک روز وارد این بازار شده هنوز فرق چه میدونم پپ و پپتو و بعد نمیدونم اینا رو نمیدونه، مثل من میاد چه میدونم ادعای پیامبری میکنه، فکر میکنه که دیگه 4 تا لغت یاد گرفته. الحمدلله ما که یاد نگرفتیم. میاد اون داستانی بود که دوستان میگفتن که هر کی بلد نیست آخرش میره کتاب مینویسه، دیدم که میگم مثلا توی یکی از همین گروه ها کسی که شب گذشته اومده بود از من راجب پپ و اسپرد و اینا سوال میکرد، بعد
فردا توی یه گروهی اومده بود برای من استراتژی چه میدونم کراس مووینگ اوریج 100 در راستای نمیدونم 200 و فلان و فلان و نمیدونم مولتی تایم برای من توضیح میداد. منم به روش نیاوردم، آقا من همون آیدی هستم که دیروز شما در فلان جا از من سوال میکردی اسپرد چیه، پپ چیه، نمیدونم. ببینید این وجود داره و متاسفانه وقتی میگیم آقا این داغه، اگه دست بزنید میسوزید، هممون بودیم، بعدم خواهد بود، دیگران هم همین حالت داره، هیچ فرقی نمیکنه. هممون انگار یه بچه ای هستیم که میگیم، دیروز به یکی از دوستان چند روز پیش میگفتم که جیزه، نمیدونم بوه، نمیدونم میسوزه، تا دست نزنیم و احساس سوختن به ما دست نده قبول نمیکنیم که داغ یعنی چی. باید خودمون تجربه کنیم، باید خودمون نقره داغ بشیم. و جالب اینه که بعد یه مدت هم که دیگه داره دستمون هی میسوزه، پوست کلوف میشیم و اون قسمت دیگه اصلا احساس سوختن نمی کنیم. اونقدر پیش میریم که بگذاریم. اما اگه واقعا تصمیم قطعی هستش، حالا نمیدونم یه آماری هستش، معمولا میگن 95% بازنده هستن، تمام اون 100%ی که وارد میشن همشون فکر میکنن که جز اون 5%ن. هیچ کسی تا الان فکر نکرده که حتی وسط راه هم به این نتیجه نرسیده با جز اون 95%. من نمیدونم حالا این آمار از کجا اومده، چقدر قطعیت داره و چقدر سندیت داره. اما این جلسه رو به عنوان یه جلسه مقدماتی همونطور که عرض کردم شروع کردیم تا دوستان با توپق زدن‌های ما ارتباط برقرار کنند، با لهجه گویش و نحوه صحبت بتونن به امید خدا برای ادامه بریم برای جلسات بعدی. در این مبحث که حالا به عنوان جلسه مقدماتی یا جلسه اول هستش، میخوایم کم کم صحبت ها رو شیفتش بدیم به سمت ذهنیت قیمت و میانگین واقعی نوسانات یا همون اوریج ترو رنج یا ATR که سعی میکنیم زیاد ازش استفاده کنیم و مبنا و بیس تقریبا کارمون باشه، ساختارمون باشه. اما در خصوص ذهنیت قیمت، ببینید ذهنیت قیمت خب داخل این بازار و همه بازارهای دیگه وجود داره. شما بر همین الان، من انقدر مثالای تکراری زدم، من مطمئنم که این ویدیو رو خیلی از دوستان ببینن، دیگه میگن بابا حداقل این دفعه به جای مرغ مثلا بگو خروس. ولی یه عادته و یه چارچوب ذهنی هم برای خود من به وجود اومده. برای ذهنیت قیمت شما فرض کنید میخواید برید همین الان یک کالایی رو بخرید، بخواد برید اصلا گلابی، سیب، چه میدونم پرتقال، مرغ، تخم مرغ و هر جنس دیگه هم خوردنی شدن و هر کدوم از اینا رو بخرید، مطمئنا یک ذهنیتی داری راجع به قیمتش. این ذهنیت چه جوری شکل گرفته که شما فکر میکنید به فرض مثال مرغ کیلویی 8000 تومان قیمت مناسبیه، بدون این که شاید خودمون بخوایم با توجه به شرایط جامعه، از تورم، از چه می‌دونم نرخ بیکاری، از اشتغال، از مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اقلیمی، فصلی، جغرافیایی و و و و همه شرایطی که توی یک کشور، توی یک جامعه، توی یک منطقه وجود داره، یک قیمتی برای یک کالایی مشخص میشه و برای ما اون ذهنیت شکل میگیره که به فرض مثال مرغ گفتیم حالا کیلویی 7 تومن 8 تومن یه قیمت خوبیه. این ذهنیت رو حتی برای کالاهایی که اصلا ممکنه نداشته باشیم و تا الان یعنی نداشتیم و حتی اسمشون هم نشنیدیم، میتونه برای ما به وجود بیاد.
مطمئنا شما الان بخواید برید یک کالایی بخرید که تا الان خریداری نکردید، میرید یه سرچ میکنید، از دو نفر میپرسید. به فرض مثال چه میدونم این آقای اسپیکر چنده، میگه مثلا اسپیکر این مدل نمیدونم کرایتیو فلان به فرض 20,000 تومان. حتی ببینید اگر اون کالا خیلی ارزون تر از اینا باشه، حالا به نسبت اون 20 تومن مثلا 15 تومن باشه، برای شما همین یک کلمه یک ذهنیت 20 تومن به وجود میاره و شما به راحتی وقتی میرید برای خرید به 15 تومن رضایت میدید. ولی اگه به شما بگن که نه احتمالا مثلا 10-12 تومن باشه، شما اگه برید توی بازار قیمت 15 تومنه به شما بگن، شما راجبش عکس العمل نشون میدی، شما راجبش مقاومت میکنی، شما توی خریدش تردید میکنید، میرید 4 جا دیگه هم قیمت میگیرید. بعضی وقتا حتی در زندگی خودمون میتونن برای ما ذهنیت به وجود بیارن. ببینید این بازار کلن دو طرف داره دیگه، خریدار و فروشنده. این که شما در کدوم سمت هستید، مطمئنن سمت مقابل میاد و شما رو بررسی میکنه به عنوان یک مجموعهی که میخواد کالاشو عرضه کنه، میخواد اون جنسشو به شما بفروشه، به شماها بفروشه، به ماها بفروشه. اونم ما رو میشناسه، اونم میدونه که میخواد چی کار کنه، اونم میدونه که در واقع ما به فرض مثال اگه میخوام بریم حتی یه بسته کلوچه بخریم، اگه بسته بندی چرا مثلا قشنگ ترش میکنن، چرا شما میرید یه کالای چه میدونم اسباب بازی مثلا برای بچه بخرید رنگای شاد و ترکیب رنگ ها و مثلا مسائل توش دخالت داره، حتی شاید اون اسباب بازی که داخل اون پکیجه و تو اون بسته بندی هستش یه پلاستیک خیلی چه میدونم نامرغوب و بی‌ارزش و اینا باشه. ببینید اون جامعه‌ای که میخوان بهش خدمات ارائه بدن میان مطالعه میکنن و ببینن که چجوری میتونن جنسشون راحت تر، خیلی ببخشید خودمونی بگم، راحت تر قالب کنن، راحت تر بفروشن، راحت تر هر واژه‌ای اصلا میخواد استفاده کنید. من خریدارم باید از فروشنده اطلاعاتی داشته باشم، منم باید ببینم که ایشون به چی داره فکر میکنه. الان دوستان میگن کم کم میخواد بره به سمت مثال پرایده. ببینید یه روزی یه جایی خوندم که اسمشم میدونم ولی نمیگم، یکی گفته بود که من دوستی 40 سالم و مثلا با فلانی به هم زدم. برای چی؟ گفته بود که وقتی مایی که ادعا داریم توی بازارهای مالی هستیم و توی این بازار داریم فعالیت میکنیم، میایم یه پراید 12 میلیونی و برای 40 میلیون هزینه میکنیم، خب اون دوستی اصلا دیگه فایده ای نداره، کسی که این به این راحتی سرش کلا بره. چرا این اتفاق میفته به نظر شما؟ مگه من نمیدونم ارزش پراید 10 تومنه 12 تومنه؟ ببینید یک تیمی، یک مجموعی، یک در واقع پکیج مدیریتی جمع میشه یه جایی، میان میگن که خب این همه خودرو به فرض مثال رفته کشور ایکس برگشت خورده، 10 سال 12 سال اینجا توی انبار داره پوسیده میشه، چی کارش کنیم؟ فکر میکنن، جامعه و طرف مقابل رو میشناسن، بررسی میکنن، میان یه طوری طراحی میشه این قضیه و گام به گام میره جلو تا جایی که بخوای حساب کنی مثلا یه دونه پراید 10-12 تومانی نزدیک 40 میلیون تموم میشه با اون سود و بهره 24% و نمیدونم پول پیش و نمیدونم و و و و همین. تازه چی گرفتی؟ اگه یه دونه پراید صفر مثلا میگرفتی خیلی خوب بود، یه پراید بونجول که همه زنگ زده، لاستیکاش، تایراش، نمیدونم تودوزیش، نمیدونم داشبورتش و و و و، چون چندین سال مثلا خوابید اونجا. مثال میزنم و مثلا شاید این اتفاق برای پراید نیفتاده، مثلا برای پژو افتاده. فقط به عنوان این که درک کنیم ما روی یک دوشکی رفتیم و داریم با طرف مقابل کشتی میگیریم، مطمئنن میخوایم طرف رو زمین بزنیم، تا زمین نزنیم که سودی به ما نمیرسه.
من یکی از دوستان میگفت یه جایی توی یکی از کورسا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم که آقای بروکس اگه خاطرم باشه گفته بوده که توی این بازار دست ماها توی جیب همه، یعنی دست من تو جیب بغلی، دست بغلی تو جیب، و به راحتی داریم از جیب همدیگه در میاریم. ببینید باید زرنگ باشی. وقتی دستتو میکنی توی جیب بغلی باید بشناسی که توی جیبش چقدر هست. اصلا به کاهدون نزنید. میگن دزد ناشی به کاهدون میزنه، نشه. از یه طرفم وقتی داری دستتو میکنی توی جیب طرف مقابل یا طرف بغلی باید مواظب جیب خودت هم باشی، چون یه دست دیگه ممکنه بیاد توی جیب شما. این واقعیت این بازاره. و ذهنیت و چهارچوبی که به وجود میارن، اون شرایطی که به وجود میارن تا ما بتونیم وارد این بازار بشیم، وارد این گود بشیم که اصلا کلا سرمونو کلا بذارن. همه شما تقریبا دوره قبل یا قبلتر بود به یاد دارید، شاید مثلا چه میدونم 8 سال پیش که جنا اومده بودن توی بازار که باید آب و جوش نمیریختید، مثلا اگه میریختید باید بسم الله میگرفتید، اون داستان هایی که برای ارز و دلار و نمیدونم از این مسائل پیش اومده بود. جمشید بسم الله بود چی بود که اومده بود و همه بازار ارز و مثلا به هم ریخته بود. ببین من نوعی که شما نوعی فرق نمی کنه. ما که می دونیم وضعیت کشور ما توی وضعیت بحرانیه و دولت هم که به خاطر تأمین نقدینگیش احتیاج به چه می دونم جسارتا دوز و کلک داره. یکی میاد روی سکه مانو میده، یکی میاد روی دلار مانو میده، یکی میاد روی خودرو مانو میده. بالاخره به هر طریقی باید این نقدینگی جمع بشه، باید در گردش باشه، باید بگیرم، باید اون پولی که من توی متکا و نمیدونم تو پتو و تو دوشک قایم کردم باید یه جوری قلقلکم بدن که اینو درش بیارم بیرون. یعنی تا جایی میرسه که در تمام ویدیوها و در تمام صحبتهایی که من کردم این مثال همه تکراریه، چون نقش بسته توی ذهنم و هیچ وقت هم از بین نمیره. یادمه توی شبکه 6 یه آقایی که رفته بودن توی سمت میدان فردوسی اینا برای گزارش، زار زار گریه میکرد. یه آدم چارشونه هیکلی سبیلو و نماد مثلا مرد که بیچاره شدن، بدبخ شدن، به خاک سیاه نشستن و و و و چی شده؟ اومدم خونم و فروختم و دلار خریدم، دلار مثلا 4000 تومانی خریدم، الانم اومده پایین و نمیدونم چی کار کنم. خب شما شغل چیه؟ کار چیه؟ تخصص چیه؟ ببینید برای چی میاید گول میخورید؟ خب وقتی منی که بلد نیستم چه میدونم یه موتورسیکلت برونم، خب از اولش معلومه دیگه اگه بخوام سوار بشم مطمئنا زمین میخورم. وای به حال روزی هم که کلا کاسکت نداشته باشه. ببینید مجموعه میاد و بعضی وقتا نگاه میکنیم، من که به همه چیز شک دارم، یه روزی میبینی روزنامه ها، صدا و سیما، برنامه های تلویزیونی، رادیویی، نمیدونم و و و و یک موج عظیمی میان چه میدونم توی بوق و کرنا میندازن، ای واو نمیدونم اینجوری شد اونجوری شد، خوب شد بد شد. خب چرا؟ چرا مثلا الان هیچ کسی به فرض مثال میزنم هیچ کسی صحبت از شاخص بورس نمیکنه؟ این چه داستانیه که چه میدونم زمانی که داره میره بالا یا مثلا رسیده به یه حدی همه دارن صحبت میکنن وضعیت شاخص خوبه، اله بله ببینم کشور گل بلبل بودیم دیگه، همه چیز آرومه، من چقدر خوشبختم. تا اینا همه یک پکیجی هستش که به هر حال اونایی که تو اون کف خریدن و این بازار رو یواش یواش با شیب ملایم بردن. الان میگن حرف سیاسی میزنی، نه بابا من اصلا کلا حوصله سیاست رو ندارم.
با شیب ملایم بردن رسوندن به یه جایی که ما مثل قورباغه توی آب بپزیم و متوجه نشیم که پخته شدیم. الان میخوان چیکار کنن؟ سر کی میخوان خالی کنن؟ بالاخره باید دو نفر گیر بیارن. جسارتا عذرخواهی میکنم، چه من چه شما چه ایکس چه ایگرگ، دو تا گاگول باید گیر بیارن که اینو بهش بفروشن دیگه. باید چهار نفر پیدا کنن که گولشون بزنن دیگه. این اصلا طبیعت این بازاره. ببینید من گله نمی کنم، من دارم میگم شما وارد یه همچین بازاری شدید یا خواهید شد یا میشید، من نمیدونم. پس باید کلاتون دو دستی بچسبید که باد نبردش. نمیگم بدوزنش، نمیگم کلاتون وردارن. به هر حال این جزئی از واقعیت این بازاره و شما باید بتونید اون علم، دانش و تسلط علم و دانشی که دارم میگم. ببینید ما تقریبا 20 و چندین جلسه احتمالا در خدمت شما باشیم توی مبحث تحلیل تکنیکال و اصلا حالا بگیم اصلا نیم نگاهی اصلا به تحلیل تکنیکال. این داستان کلن شاید توی مجموعه خرید فروش و اون پکیج مدیریتی، مدیریت ریسک و سرمایه و نمیدونم سلف و نمیدونم و اینا، بیاید 5-6 درصد داستان باشه. بقیهش خود شمایید. اصلا استراتژی نمیدونم اینکه این استراتژی سود میده اون یه دونه ضرر میده اصلا به نظر اصلا وجود نداره. شما هستید که باید یک مدیریتی داشته باشید که بتونید خودتونو، توقعتونو، سرمایتونو، دانشتونو و و و توانایی این بازار رو همه رو یه جایی بیارید توی یک نقطه در واقع صفری برسونید به هم دیگه، یک تعادلی بین اینا به وجود بیارید. منی که به فرض مثال مخارج خونه زندگیم در ماه چه میدونم مثلا 3 میلیونه، خب با 100 دلار که نمیتونم ماهی 3 میلیون در بیارم که. این اصلا با هم تناسب نداره. از اون طرفم اگه مثلا به فرض مثال چه میدونم 100 میلیون داشته باشم، اصلا ببینم توانایی کار کردن با اونو دارم یا نه. پس خواهشن یه کوچولو ما رو تحمل کنید تا ما گام به گام طبق سیلابسایی که توسط حالا دوستان زحمت کشیدن، یه گروه ادمین داریم تقریبا 6-7 نفر و یه گروه مترجمین داریم تقریبا 7-8 نفر و خیلی از دوستایی که کمک میرسونن به ما، تا بتونیم یک ساختار و یک چارچوبی رو به امید خدا صحبت کنیم و به نتیجه برسونیم. فعلا تکه های از یک پازل رو داریم صحبت میکنیم و مطمئنن سوالهایی برای شما پیش میاد و خیلی از این سوالها جوابشون در جلسه بعدی هستش. پس اگه یه زمانی توی گروه پرسش پاسخ و جاهایی میان میگیم که حالا این بعدن پاسخ داده میشه، زیاد خواهشم بهتون بر نخوره و یکم تحمل کنید تا این چندین جلسه، حدودا حالا 25 جلسه رو ما به سرانجام برسونیم تا انشالله ببینیم که بعداً میخوایم چی کار کنیم. اما راجع به ذهنیت قیمت میگفتیم که بحثمون منحرف شد. به هر حال شما راجع به یک کالایی توی یک مملکتی یه ذهنیتی دارید. همین الان مثلا به هزار دلیل میتونید بگید که چه میدونم دلار مثلا 3850 تومانی خوبه یا بد، از نظر قیمت مناسبه یا مناسب نیست. اما آیا شما الان میتونید بگید که قیمت مثلا یورو نسبت مثلا به چه میدونم دلار مثلا استرالیا مثلا خوبه یا نه؟ چه چیزی رو میدونید ازش؟ ببینید نمیخوام بگم دو تا در واقع دیدگاه وجود داره، نمیدونم سه تا دیدگاه وجود داره، فاندامنتال، تکنیکال، نمیدونم تحلیل بین بازاری، نمیدونم و و اینا. ولی به هر حال ببینید شما وقتی داخل این مملکت زندگی میکنید به راحتی میتونید
تشخیص بدید، میگن ببینید با خون و جون و جمع پوست و استخونتون دارید لمس میکنید که آقا قیمت مثلا به فرض مثال مسکن در فلان ناحیه از شهر تهران مثلا متری نمیدونم 5 میلیون خوبه، مناسبه. ولی آیا میدونید که همین الان مثلا قیمت مسکن مثلا در چه میدونم نوتردام، نمیدونم مثلا لندن، نمیدونم مثلا هر شهر دیگه در پاریس و نمیدونم فلان جا و اینور اونور چقدره؟ شما الان توی جوی که امروز قرار دارید، من دیشب یکی از دوستانم زنگ زد، اتفاقا بیرون بودیم راجع به یکی از موضوعات میخواستیم صحبت کنیم، گفتم بیرونی ببینید، رفتیم یه دونه موبایل برای پسرم بگیرم و فروشنده از دوستان میگه صبر کن. میگه برای چی صبر کنم؟ میگه صبر کن بذار این انتخابات بگذره. ببینید این خودش یه ذهنیته، همه چیزو میبره توی رکود، همه چیزو میبره توی سکوت، همه چیزو میبره توی یه حالت معلق نگه میداره و اصلا ذهنیت به وجود میارن که مثلا اگه آقای ایکس اومد اینجوری میشه. نه با هیچ اتفاقی نمیفته، نه آقای ایکس میتونه کاری میکنه نه آقای ایگرگ، ولی این ذهنیت رو ما خودمون به وجود میاریم برای خودمون و خودمونم بهش واکنش نشون میدیم، بعد دوباره میگیم ای نگاه کنی فلان کار فلان چیزی، نه یه عامله مثلا. اما آیا شما با همین عوامل، با عوامل چه میدونم سیاسی، اقتصادی، نظامی، روابط با همسایه ها، نمیدونم و و و و مثلا شما میدونید توی استرالیا کی مثلا چه میدونم پشم گوسفندا رو میبرن، نمیدونم آیا چه تأثیری داره مثلا در نرخ چه میدونم پارچه مثلا؟ مطمئنا نه، ولی اونی که اونجا زندگی میکنه بالاخره هیچی نباشه، اصلا تو این کارم نباشه، یه اطلاعات عمومی داره، یه ذهنیتی داره، چون داره اونجا زندگی میکنه. یا باید برای خرید فروش یک کالای، یک ارز، یک شاخصی شما باش ارتباط داشته باشید، یا باید بیاید تمام عوامل تأثیرگذار بر در واقع رشد قیمت یا عدم رشد قیمتش رو بتونید بررسی کنید. به مراتب و به مراتب بررسی شرایط بنیادی و فاندامنتالی و تأثیر اون و اون در واقع روابط زنجیری که بین اینا وجود داره اینطوری هستش که من دارم نگاه میکنم یک تیم اقتصادی خیلی قوی، اقتصادی سیاسی نظامی، یک در واقع پکیج مدیریتی خیلی قوی از چه میدونم دکترا و فوق دکترا و پروفسوران جمع میشن، باز هم نمیتونن بیان این کلاف سردرگم رو تحلیل کنن و بگن که مثلا به فرض مثال اگر آقای ایکس عطسه بزنه چه اتفاقی مثلا چه میدونم تأثیرش روی شقیقه مثلا فلان کس چیه، چه روابطی وجود داره. من کسی رو ندیدم، شاید از بی اطلاعی و بی علمی و شاید کلمو کردم زیر برف که نمیبینم، ولی واقعا به نظر من کار بسیار بسیار سختیه فاندامنتال و تحلیل بنیادی. حتی اونایی که تحلیل بنیادی کار میکنن مطمئنن برای اگه بخوان ترید کنن، بخوان معامله کنن، یه نگاهی هم بالاخره به چارت میندازن. ما اصلا کاری به کار فاندامنتال نداریم، به هیچ عنوانی به اخبار کار نداریم. این دوستایی که با خبر کار میکنن این اصلا فاندامنتال نیستن. ببینید ترید با خبر و نیوز و نمیدونم از این چهار تا چیزایی که توی فارکس فکتوری و نمیدونم مای افیکس بوک و نمیدونم چه میدونم دیلی افیکس و افیکس استریت و از این سایت ها میزنن، امروز نمیدونم نرخ بهره اینجوری میشه، امروز نمیدونم تورم اینجوری، امروز نمیدونم درصد نرخ، نمیدونم رشد، نمیدونم مسکن اینجوریه، فلان اینجوریه. اینایی که با اینا ترید میکنن اینا فاندامنتال کار نیستن. یه وقت اشتباه نکنید، نیوز تریدره و توی اون هیجان بازار، توی اون جو بازار ممکنه چه میدونم بیاد طبق استراتژیایی که داره یه دونه اوردر اینور بذاره، یه دونه اوردر اونور بذاره و حالا چارپ بگیره یا چارپ پس دست بده. میخوام ذهنیت شما رو کم کم ببرم سمت این که ما میخوایم تکنیکال کار کنیم.
ما میخوایم روی چارت کار کنیم، ما میخوایم روی قیمت کار کنیم و اون داستان همیشگی و جملات معروف که همه چیز در قیمت نهفته هستش و همه چیز در چارت هستش، بله هست، ولی کوچشمه بینا. این که میشه گذشته چراغ راه آینده هستش، از گذشته میشه عبرت گیره، ولی کو کسی که عبرت بگیره. داریم سعی میکنیم یا میخوایم سعی کنیم که به سمت قیمت پیش بریم. اولین چیزی که وقتی میخوایم به سمت قیمت پیش بریم برای ما مهم میشه، توانایی در واقع حرکت اون شاخص یا اون ارز یا اون کالا هستش. همون مرغی که مثال زدم کیلویی 8000 تومان، ببینید ممکنه 8 تومان بشه 8.5، ولی شما قبول نمی کنید که حتی الان اگه جنگ جهانی سوم هم بخواد رخ بده، مثلا مرغ 8 تومانی مثلا بشه 80000 تومان، حتی اگه بخواد 80000 تومان هم بشه بازم 500 تومان میره بالا، ولی شتاب میگیره، در بازه زمانی کمتری طی میکنه. ببینید یک توانایی داره، یک اون توانایی بر اساس ذهنیتی که ما براش قائل هستیم. یک تخم مرغ مثلا، چه میدونم اینجا توی شهر ما که اصلا کلا تافته جدا بافته هستش، همینجا تخم مرغ کیلویی، اینجا دونه ایه، جلال خالق. خب یه تخم مرغ مثلا دونه 300 تومان، یه دفعه ای که نمیشه 3000 تومان. اصلا قبول نمی کنید که تخم مرغی که امروز مثلا 300 تومان نهایتش بشه 310 تومان. ببینید برای تخم مرغ داری 10 تومان ذهنیت داری، برای مرغش 500 تومانی ذهنیت داری، ولی به نسبت اون در واقع کالا و اون شاخصی که دارید یه توانایی حرکتی براش در نظر میگیری، یه گام حرکتی داره، یه زوری داره. ولی آیا مثلا من نوعی که دارم راه میرم، فکر میکنم انسان 30 کیلومتر داره در ساعت میتونه راه بره به صورت معمولی، همچی چیزی چقدر میتونم مثلا چه میدونم بدوم، در چه فاصله زمانی میتونم مثلا 60 کیلومتر مثلا راه برم؟ آیا همیشه نه وقتی یه مقدار سرعتمو زیاد کنم مطمئنه احتیاج به استراحت پیدا میکنم؟ توی یکی از این وبینارهایی که قبلا با دوستان صحبت میکردیم، اگه اشتباه نکنم میگفت، ببخشید اگر اشتباه میگم، یوز پلنگ اگه اشتباه نکنم که سرعت خیلی بالایی داره، فقط میتونه چند دقیقه یا چند ثانیه نمیدونم توی یه فاصله با اون سرعتش بدوه. اگه همونو ادامه بده اصلا ایست قلبی میکنه، اصلا تموم میشه دیگه کارش، مجبوره که بعد از اون فاصلهی که داره با اون سرعت میره دوباره واسه که یک تعادلی ایجاد بشه. به هر حال دویدن استراحت کردن، دویدن استراحت کردن و میانگین داریم میگیریم. منی که به فرض مثال از اینجا میخوام را بیفتم برم چه میدونم تا تبریز، نمیدونم 1000 کیلومتره چقدره، تمام این مسیر رو که نمیتونم 180 تا پر کنم که، چیز ببخشید 120 تا، بدآموزی شد، 120 تا پر کنم که، یه جایی پیچه، یه جایی ترافیکه، یه جایی نمیدونم شیبه، یه جایی سربالاییه، یه جایی به هر حال به علل مختلف من احتیاج پیدا میکنم که سرعتم کم و زیاد بشه و بعد میانگین اون حرکت برای من مهم میشه. این موضوع توانایی حرکت و میانگین حرکت و اون قدرت حرکت، همه اینا توی ارزهای ما هم هستن. من خیلی چیزا رو فاکتور گرفتم که سرتون رو درد نیارم و سریع جنبندی کنم.
چون تقریبا 40 دقیقه هستش که در خدمتون هستم. به هر حال این موضوع گام حرکتی و توانایی حرکت باعث میشه که باز من نوعی یک ذهنیت داشته باشم، ذهنیت برای توانایی حرکت. من انتظاری که از نسبت یورو یو اس دی دارم هیچ وقت اون انتظار رو از طلا ندارم، یا نسبتی که برای طلا دارم هیچ وقت اون انتظار رو مثلا از ین ندارم، چون هر کدوم از اینا به نسبت توانایی خودشون حرکت میکنن، اما مجبورن که همیشه در تعادل باشن. و این داستان در تعادل بودن میشه مبنا و بیس دیدگاه ما که خیر الامور اوسطها، اندازه نگهدار که اندازه نکوست میشه. و این خیر الامور اوسطها یه جوری همون چیزی هستش که داو گفت، 50% اصلاح، در تعادل بودن. این در تعادل بودن میاد به ما کمک میکنه تا ما بتونیم گامهای حرکتی رو به دست بیاریم، تا ما بتونیم دیدگاهی داشته باشیم که اگر این بازاری که اینجا با تمام قدرت، مثلا بیام یه ذره روی چارت من تیکو بردارم حرکت نکنه، این بازاری که اینجا با تمام قدرت حرکت کرده مجبوره که در جا بزنه و برگرده میانگین حرکتش رو اصلاح کنه، همیشه در اون تعادل و حول و حوش میانگین اون حرکتش باشه. اگر حساب کنیم که میانگین حرکتش به فرض مثال 1 هستش، یا 100% براش در نظر بگیریم، یک زمانی 50% حرکت میکنه، یک زمانی 150% حرکت میکنه. 150% و 50% که برسه به اون تعادل. پس میتونیم از همین امروز و از همین الان این ذهنیت رو داشته باشیم که بازاری که توی حالت ساید سی پی فشردگی و کمتر از رنج و کمتر از اون میانگین گام حرکتیش داره حرکت میکنه، به زودی یک حرکت شارپ و یک حرکت با مومنتوم، یک حرکتی فراتر از اون خیرالامور اوسطاش خواهد داشت. ما برای این کار چی کار میکنیم؟ برای اینکه بتونیم گامهای حرکتی و توان حرکتی ارزها رو که میخوایم باش کار کنیم و در بیاریم، ما از ATR استفاده میکنیم. ایندیکیتور ATR، Average True Range، و نمیدونم اینجاها هست یا نه، توی قسمت ایندیکیتورها، اوسیلیتورها، Average True Range. این که با چه گامی و چه پریودی، اجازه بدید که اینو در آینده و به مرور زمان در جلسات بعدی راجع بهش صحبت کنیم، اما زیاد فرقی هم نمی کنه. مثلا 10، فعلا به این گرافش احتیاجی نداریم، البته توی سبکا و روشهایی ازش استفاده میشه، اما ما همین 29 پپ برامون کفایت میکنه. این شاخص، این ارز یورو یو اس دی به صورت میانگین، این هم چارت دیلیش، به صورت میانگین توانایی حرکت 80-82 پپ، 80 اینجا تو این فرمول 86 پپ، تو اینجا 83 پپ، اینجا 82 پپ، اینجا 87 پپ. اینا با روش های مختلفی در واقع محاسبه شده و همشون هم که میبینید نزدیک به هم هستن و با چند پپ اختلاف، داره نشون میده که این ارز انتظاری که ما ازش داریم یک حرکتی در حول و حوش 80 پپ باشه. پس اگه فردا روزی اومدیم اینجا یه سل یا بای انجام دادیم،
دیگه توقع اینو نداریم که یه تارگت بذاریم 1000 پپ. این کلا به صورت میانگین و متوسط داره 80 پپ حرکت میکنه. تازه 80 پپی که همپوشانی داره با روزهای قبلش. حالا شما میای ترید میکنید، من میام ترید میکنم، اینجا ترید میکنم، چه میدونم این آقازاده رو اینجا میذارم 500 پپ بالاتر، مثلا این برسه به نوک این شادو. این حداقل حداقل این بین 2 هفته تا 3 هفته اگه بخواد، بله طبق این ساختاری که داره فشرده میشه، میتونه حرکت شارپی داشته باشه، زودتر برسه. ولی اگه یک زمانی شما بعد از یک حرکت شارف و یک در واقع لگ حرکتی با مومنتوم میاد وارد بازار میشید، دیگه نباید اون انتظار داشته باشید. چون مثل اون یوز پلنگه بود، ببره بود، چی بود که با تمام قدرت داره حرکت میکنه، درست؟ چه اتفاقی براش میفته؟ باید استراحت کنه تا برگرده به تعادلش. بنابراین این موضوع ATR و گام حرکتی و توانایی حرکت مبحثی هستش که ما ازش از این بعد در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف ازش استفاده می‌کنیم. و شاید خیلی از دوستان بخوان تمایل داشته باشن بیشتر راجع به ATR بدونن. البته میدونید که متاسفانه من سیستمم حالا به خاطر یک چیز خیلی معمولی هاردم از دست رفت و هارد اکسترنال هم فرمت کردم. این چند خطی هم که اینجا حالا نوشته شده یکی از دوستان ادمین زحمت کشیده و نوشته توی مبحث ATR و میانگین حرکتی. شما هم سرچ کنید میدونید که مثلا در سال ایندیکیتورش مثلا در فلان سال توسط آقای فلان و خود فرمولش مثلا چی هستش، چجوری مثلا از کلوز تا های اونور، از کلوز تا لو و حالا شرایطی که داره این ترور رنج رو داره نشون میده. مال یک روزه، شما حالا یک مثلا 10 روز از همین ترور رنج ها رو میایید میانگین میگیرید، اینم فرمولشه. این و اصلا به نظر من احتیاجی نیست، خودتون اذیت نکنید و به امید خدا هر جایی که مورد استفاده بودش ما اینم ببندیم، مورد استفاده بود ما در موردش صحبت میکنیم و خواهیم گفت. اولین موضوعی که برای جلسه در واقع حالا بعد این جلسه مقدماتی ما در موردش صحبت میکنیم پیدا کردن دره، قله، حمایت، مقاومت، نمیدونم ساپور، رزیستنس، پیوت، هر اسمی که هر کسی از زن خود شد یار من، حالا هر اسمی که استفاده میکنید و در موردش صحبت خواهیم کرد که دیدگاه ما راجع به پیوت ها و محل چرخش ها چی هستش. اگه یه وقتی حالا نکته ای هم بوده که امروز به ذهنم نرسید و چون به هر حال خودتون میبینید تقریبا فل بداه گویی هستش و حالا چیزایی که توی ذهنم هستش میام راجع به صحبت میکنم، مطمئنن اگه نکته ای جا افتاده باشه در هر جلسه، چون این ویدیو رو 7 نفر دیگه میبینن و مطمئنن تذکر میدن که فلان نکته جا افتاده و شما راجبش نگفتید، که اگه نکته ای هم جا افتاده باشه ما به امید خدا در جلسات بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد. انشالله طبق روالی که داریم هر هفته یک جلسه از کورس رو حالا روزای پنجشنبه یا جمعه تقدیمتون میکنیم و راجع به همون مبحث اگه سوالی باشه بپرسید،
دوستان در خدمت شما هستن، جواب میدن. حالا خودم هم که در 24 ساعت 25 ساعت آنلاین هستم، مشکل خاصی نداره و به امید خدا برای جلسه بعدی راجع به سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص پیوت ها در خدمتون خواهیم بود. اگه اجازه بدید من 50 دقیقه، حجم صحبت هم داره زیاد میشه، تقریبا همینجاها این جلسه رو به اتمام برسونم و برای هفته بعدی در خدمتون خواهیم بود با شناخت پیوت های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت و تعیین محدوده هایی که برای سطوح در نظر داریم و حتما توی این مبحث هم از گام حرکتی و از ATR و Average True Range استفاده میکنیم و اون ذهنیتی و اون توانایی که برای هر شاخص و ارز در نظر گرفته متناسب با اون انشالله در خدمت شما خواهیم بود. من با اجازه شما استوپ رو میزنم و 51 دقیقه